از این پای اونو میذارم اینجا توی این دوباره توی استایل دم کشیدن باشونو. درود بر شما، بامدادتون نکو. بنده احور نیازی هستم. امروز چهارشنبه 30 آذر ماه مصادف با 21 دسامبر، با افتخارمه که در آخرین روز از پاییز سال 1401 براتون خبر امروز میخونم. امشب شب یلداست. خیلی از خانواده های داغدار شده امشب جای خالی عزیزان پرکشیده از کنارشون رو با غم بسیار حس خواهند کرد. اگر خدایی هست ازش صلح، آرامش، امید رو برای تمام هموطنانم آرزو دارم. بریم سراغ خبر اول. ردمی نوت 12 پرو پلاس و ردمی نوت 12 پرو رو در هندوستان در ماه ژانویه قراره ببینیم لانچ رسمیش رو. ردمی نوت 12 پرو پلاس دوربینیه که گوشیه که میگم دوربینیه که انقدر روی دوربینش تمرکز کردن به جای گوشی باید دوربین خطابش کرد. با دوربین 200 مگاپیکسلی قراره عرضه بشه. شارژ سریع 120 واتی رو پشتیبانی خواهد کرد. از اون طرف باتریش 4300 میلی آمپر خواهد بود. نمایشگر 667 اینچی 120 هرتزی امولد، چیپس دیمنسیتی 1080 و همراه یک دوربین 8 مگاپیکسلی خیلی عریض، یک دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو، یک دوربین 16 مگاپیکسلی برای سلفی و سوار بر اندروید 12 میوآی 13. از اون طرف نسخه پرو نسخه ضعیف‌تری، باتری‌ها تقریباً یکسانن ولی چیپست ضعیف‌تر، دوربین ضعیف‌تر، نمایشگر به جای 120 90 هرتزی. بعد ببینیم که کی روانه بازار خواهند شد. یک پیشبینی که میشه در مورد بازار گوشی کرد با توجه به اینی که ایران قصد داره سیستم عامل داخلی بسازه، با توجه به اینی که پرچمدارها هر روز گرونتر از روز قبل میشن، اینه که مثل بازار خودرومون که نتونستن خودروهای اروپایی و آمریکایی رو وارد بکنن، آمریکایی که هیچ‌وقت وارد نمی‌کردن، نتونستن خودروهای اروپایی رو وارد بکنن، به جاش خودروهای چینی رو می‌بینید هر روز در مدل‌های مختلفی داره وارد میشه. پس همچین انتظاری هم میره که گوشی‌های چینی در چند سال آینده کلیه بازار رو به خودشون اختصاص بدن. و هر حال یکی از سیاست‌هایی که برندهایی مثل شیائومی در نظر گرفت تا در نبود هواوی خودش رو پیشرفت داد، اینه که بازار هدفش رو بازارهای مریض قرار بده. چرا شیائومی هیچ وقت سر از آمریکا در نیاورد؟ چرا تو اروپا خیلی موفق نیست؟ به خاطر اینکه بازارهای سالمی هست. آمریکا که اصلا بهش اجازه ندادن. ولی مثلا در بازار آسیا فوق العاده موفق عمل کرد، چون بازارش بازار ضعیفیه، بازار مریضی داره و اقتصاد خراب اونجا، در نتیجه گوشی‌های ارزون با مشخصات بالا طلبه ی بازار هستن. همین قضیه هم در خودروهای چینی اتفاق افتادن. آخیش چای بسه؟ اندکی هلو دارچین قاطی ماجرا میکنین. باور بفرمایید اگر خودمون به فکر خودمون نباشیم، هیچ کسی نمیتونه حال ما رو خوب بکنه. اون معجزه‌ای که دنبالش هستی تا حالتون رو خوب بکنه هرگز اتفاق نمیفته. اینفینیکس زیرو اولترا همچنین در هندوستان لانچ شد. به همراه دوربین 200 مگاپیکسلی، سرعت شارژ سریع 180 مگاپیکسلی، 180 مگاپیکسلی چیه؟ 180 واتی به همراه نسخه 020. اینفینیکس زیرو اولترا تنها در حافظه رم 8 گیگابایت و حافظه داخلی 256 گیگابایت عرضه میشه. دو رنگ داره، یک رنگ طلایی نقره‌ای، یکی رنگ مشکی. نسخه 20 هم باز هم در یک حافظه عرضه میشه، حافظه رم 8 و حافظه داخلی 128 گیگابایت. سه رنگ داره، سبز و خاکستری و طلایی. قیمت زیرو اولترا 360 دلاره، قیمت 020 195 دلاره. اینا گوشی‌هایی هستن که احتمال میره در آینده وارد بازار بشه، مثلا مثل ریلمی، ویوو، اوپو، اینا رو ببینیم تو بازار. چیپست زیرو اولترا دیمنسیتی 920 هستش، اندروید 12، رابط کاربری XOS 12، خوبه بازم رابط کاربری داره. نمایشگر 6.8 اینچی فول اچ دی 120 هرتزی امولد، دوربین سلفی 32 مگاپیکسل و از اون طرف هم دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال. 200 مگاپیکسل چه خبرتونه؟ بعد خیلی جالبه، دوربین اصلی 200 مگاپیکسل کلی هم روش تبلیغ میکنن، دوربین خیلی عریض 13 مگاپیکسل. بابا بکشیم بیرون از دو تا چیز، یک دوربین های ماکرو ضعیفی که توی گوشی ها میذارین،
اینو فقط برندهای چینی انجام میدن، با البته سامسونگ هم انجام میده تو میان رداش. گفتم جفتشو. خلاصه دوربین ماکرو خیلی عریض ضعیفتون رو حذف بکنین. چی ترندی که من تعداد دوربینام زیاده، من اینو دارم، من اونو دارم، خب کارآمد نیست برادر من، چی کار میکنیم با خودتون؟ خب بعد بعد نسخه 020 شارژ سری 45 واتی رو پشتیبانی میکنه، 0 Ultra 5G، این 4G، اون 120 هرتز بود، این 90 هرتزیه و همین. دوربین اصلیش به جای 208 مگاپیکسلیه، ولی نکته جالبش اینه که نسخه 020 قیمت 195 دلار دوربین سلفی 60 مگاپیکسلی داره. اولین دوربینیه که در دنیای اسمارت فون ها دوربین سلفی 60 مگاپیکسلی هستش. آیا اینستاگرام هک شده یا از دسترس خارج شده دارین؟ از این سایت استفاده بکنید تا اینستاگرامتون رو برگردونه. اینستاگرام به تازگی یک بخشی رو به سایت خودش اضافه کرده، instagram.com تا آدرس سایت اینستاگرامه /hacked. برای تمامی اکانت هایی که به هر شیوهی شما دسترسیتون رو از دست دادید، به هر شیوهی این صفحه بسته شده، شماره تلفن یا ایمیلتون رو از دست دادید، دیزیبل شده یا اصلا پسوردتون دزدیده شده، پسوردتون رو دیگه ندارید، به هر شیوهی که این اتفاق براتون افتاده، چرا من برگردم؟ به هر شیوهی که این اتفاق افتاده میتونه کمکتون بکنه، حتی گزینه something else هم داره، یعنی یه چیزی فراتر از همه اینها، فراتر از همه اینها. ولی مسئله ای که هست گارانتی نمیکنه که اکانتتون برگرده، ولی به هر صورت خوبه یه بخشی به اینستاگرام اضافه شد. تا امروز هر چیزی بود تو بخش ساپورت بود، یه بخش واقعا ناکارآمد، چیزی شبیه به فیدبک بود، تو خدا خدا باید میکردی جوابتو بدن، خیلی داستان بود. خلاصه اینی که پسوردتون رو گم کرده باشه، هر چیزی باشه، از این طریق پیش سر بزنید، میتونید اکانتتون رو بازیابی بکنید. امیدوارم بتونید اکانتتون رو بازیابی بکنید. موضوعی که هست، یه سری ما عادت شده برای خیلی هامون اینستاگرام رو به عنوان یک منبع فضای ابری برای یادگاری هامون قرار میدیم، از چتایی که داریم تا عکسایی که داخل اون پست کردیم، داخل اون آرشیو کردیم. حقیقت ماجرا اینه که خیلی جای مناسبی رو انتخاب نکردیم، خیلی فضاهای مناسبتری هستن برای این قضیه. یکی از مواردش اینه که شما زمانی که عکس آپلود میکنید تو اینستاگرام افت کیفیت پیدا میکنه، ویدیو آپلود میکنید افت کیفیت پیدا میکنه، به جاش میتونید از فضای رایگانی مثل تلگرام استفاده بکنید که افت کیفیت هم میتونه نداشته باشه. من سعی میکنم برای این خبر یه دونه ویدیو درست کنم و پوششش بدم، ببینم چطوری عمل میکنه، شاید ویدیو آموزشی کارآمدی باشه براتون. اگر دوست داشتید همچین چیزی بسازم حتما تو بخش کامنت برام بگید. ایلان ماسک بعد از اینکه پول زده بود توی توییتر و سوال پرسیده بود که به نظر شما من همچنان به عنوان مدیر توییتر باقی بمونم یا بکشم کنار، 57% بهش رای داده که آره بکش کنار. خبر کوتاه بود و تکان دهنده. آپدیت جدید توییتر جذاب اما میتونه دردسر ساز باشه. توییتر یک شیوه اشتراک گذاری جدیدی اضافه کرده به نام بلو فور بزنس. انحرافی باز بکنم این وسط، از زمانی که آقای ایلان ماسک بخش اعظم توییتر رو خریداری کرد، به این فکر افتاد که یه کاری بکنه سیستم درآمدزایی توییتر ارتقا پیدا بکنه تا بتونه سهامش با ارزش تر بشه. اما یکی از اشتراک هایی که اضافه کرده بلو فور بزنس هست، البته یه عالمه اشتراک اضافه کرده که سردرگمی ایجاد میکنه. بلو فور بزنس برای برندها و بیزنس ها هستن که کمک میکنه اینها بیشتر از قبل شناسایی بشن نسبت به دیگر اکانت ها. شامل برندها میشه، تیم های رسانه ای میشه. اما تغییراتی که ایجاد میکنه توی پروفایل فرد یا برند اینه که اولا دایره پروفایل پیکچر دایرهش به مربع تبدیل میشه با حواشی خمیده، و از اون طرف هم به جای تیک آبی یک تیک طلایی به کار اضافه خواهد شد. یکی از قابلیت هایی که برند ها میتونن داشته باشن اینه که اکانت های کاربرانشون رو، یعنی کارمند هاشون رو میتونن تایید بکنن، و اتفاقی که میفته کنار علامت نام اون فرد یک بجی میاد، یک علامتی میاد، مربعشه کوچیک با لوگو اون برند. یکی از دردسرهایی که این قابلیت اضافه کرده اینه که یه سری برندها هستن لوگو و کاورشون رو برای پروفایل پیکچر دایره‌ای با قاب دایره‌ای طراحی کردن، و این مربع شدنش میتونه از لحاظ طراحی و برندینگ براشون دردسر ساز بشه. و در آخر میرسیم به یک خبر بسیار هیجان انگیز برای عاشقان گجت کلن. برند تولید لوازم جانبی کامپیوتری تحت نام فاینل ماوس
یه کیبوردی درست کرده، این کیبورد مکانیکال با بدنه بسیار زیبا از لحاظ طراحی، زیر خودش یک نمایشگر بسیار مقاوم LCD داره که تصاویری از طریق رندرهای آنریل انجین 5 رو به شکل سه‌بعدی میتونه نمایش بده. وای از زیبایی این کیبورد. اما یکی از ایراداتی که داره، حروفی که روی هر کیکپ چاپ شدن به خوبی واضح نیست. برای افراد خوبه که خیلی تسلط دارن بر ساختار کیبورد و محل قرارگیری هر کلیدش، ولی به هر حال خیلی زیباست. خبر امروز به پایان رسید. من بابت چند تا چیز ازتون پوزش میخوام. یکی اینه که از لحاظ گرافیکی سطح کار کاهش پیدا کرده، به هر حال تیمم دیگه نیستن و باید یه کاری بکنم که هم بتونم ویدیو رو برسونم هم کیفیت لازم رو داشته باشه. نخوردم. شب یلدار رو برای همتون به خوبی آرزو دارم. امیدوارم به گرمی کنار خانواده هاتون باشین. یه چیزی رو از من حقیر داشته باشید. تو 33 سال زندگی که تجربه کردم یه چیز رو خوب فهمیدم. خوشحالی یک نوع شخصیته. یک نوعی از یک بخشی از روحیه افراده. هیچ چیز فیزیکی در دنیا خودش به نوبه خودش موجب خوشحالی افراد نمیشه. خوشحالی رو باید در ذهن خودت پرورش بدی. برای درک بهتر این موضوع، فیلمی هست تحت عنوان Life is Beautiful، زندگی زیباست، رو پیشنهاد میکنم ببینید. بازسازی جنگ جهانی دومه. به کاراکتر اصلی این فیلم و اخلاقش توجه کنید. درک بهتری پیدا میکنید از صحبت من. دوستتون دارم. مجدداً آمرزش آرزو میکنم برای روح تمام عزیزان رفته. خدا نگهدار.